قبل از اینکه هر کاری رو توی فاینال کات بخوایم شروع بکنیم، شاید بهتر باشه سوال بکنیم راجبه اینکه چطور میتونیم این اینترفیس رو یه مقداری تغییر بدیم و دلخواه خودمون بکنیم. شاید شما از برنامه های تدوین دیگه دارید به فاینال کات سویچ میکنید، یا اصلا دوست دارید شکل محیط کارتون جور دیگه ای باشه. به طور مثال تایملاینتون پایین نباشه، بالا باشه، مانیتورهاتون پایین باشن، یا حالا هر شکل دیگه ای. شما توی فاینال کات همونطور که فکر کنم حد زده باشید میتونید با گرفتن و جابجا کردن یک پنجره اون رو از جای خودش بگیرین و خب با هر جا که دوست داشتین بیارین. از لبه هام اگر بگیرید همونطور که کاملا مشخصه میتونید اون محیط رو کوچیک بکنید. به طور مثال من میتونم محیط تایملاینم رو کوچیک‌تر بکنم تا جای بیشتری برای براوزرم باز بشه. یا مثلا خود براوزرم رو کوچیک‌تر بکنم، بزرگتر بکنم، یا حالا هر کار دیگه. یا ممکنه شما بخواید اصلا براوزرتون رو قسمت پایین پنجرهتون بذارید، بخواید براوزرتون این قسمت باشه، پنجره مونیتور و در واقع پنجره تایملاینتون رو خیلی بزرگ ببینید. این نوع کار مخصوصا توی زمانی که شما یه مونیتور دارین و از جای محدودتری برخوردارین خب خیلی کارآمدتره و خیلی میتونه بیشتر به درد شما بخوره. حالا فرضاً شما از این محیط و از این نحوه تقسیم بندی جا خوشتون اومد، چجوری میتونید این شکل و شمایل اینترفیس رو سیف کنید؟ میای توی ویندو، توی قسمت ارنج و سیف ویندو لیاوت، به هر اسمی که دوست داشتید این اسم رو سیف میکنید. مثلا من اسم این لیاوت رو میذارم امیرز پریویو. هر اسمی که شما دوست داشتید میتونید بذارید، هیچ اهمیتی نداره، فقط خودتون باید تشخیصش بدین و برای خودتون قابل تشخیص باشه. سیو رو میزنم. همونطور که شما میبینید یه چند تا لیات استاندارد هم اینجا وجود داره، مثلا استاندارد کار همونطور که از اول ما داشتیم میدیدیم، برای اصلاح رنگ، برای میکس صدا و برای پریویو کردن، که تقریبا خیلی شبیه همون چیزی که من الان درست کردم براتون، یا اون اینترفیسی که خود من دوست دارم و خود من سیف کردم که همین امیرز پریویوه و دقیقا به این شکله. همونطور که شما اینجا میبینید یک شورتکات هم بهش اختصاص داده شده که همون شیفت کنترل شیشه. در واقع من اگر کنترل یو رو بزنم لیات استاندارد و کنترل شیفت 6 رو بزنم لیات امیر برای من لود میشه.